Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So now let us go for the first question. See the question. From the following information, prepare a cash flow statement for XYZ Limited. For which company? For XYZ Limited for the year end 2019. And these are the information which are provided, right? So the first thing that you have to do is basically you have to draw the format. So now let me draw the format here. So like in income statement and balance sheet, first of all, you have to mention the name of this one, that this is a cash flow statement. Cash flow statement for which company? For XYZ Limited. For which year? For 31st, end of the year. So we can say 31st December 2019, right? So this is the case. Now, please draw the table. All of a table, let's make them, then you draw them. ما باید ترتیب دیوال چی میکنم برخود درام میکنم شما میتونید که متفاوت تر درام کنید. So let me mention, suppose I said three columns are required. So first column is this one. Particular. یک سوال دوستان ما تیبال برتون باید ترتیب رسم میکنم. دیگاه باز در دیگاهی شو خدر وقت برتون نمیگرم. تیبال اما تو رسم کدگی میارم درست است. Amount, one more column. We need چند کلم amount کار داشتیم؟ دو کلم amount چی کردیم؟ کار داشتیم. این حالا خیر بر ترتیب میایم اولین اکتیویتی ما چی بود؟ Operating Activity درست است؟ Operating Activities بزنه داد با نیجا برش و دو کالم دیگه هم چی کنی اضافه کنی درست نه؟ پس به می ترتیب این حالا تعداد کالم هایی تا خدا کنه 100 کالم هر چقدر کار داشتی میتونی که اضافه کنی و سایز کالم هم به ترتیب کالم تر میکنیم یک اندازه درست است؟ و به می ترتیب کالم های اماند هم باید چی کنیم؟ باید کلانتر شد و کالم اماند بعدی رو همچنان چی میکنیم؟ بخشن اماند بعدی رو باید چی کنیم؟ کالم کنیم پس به این ترتیب خب این حال تیبال ما رسم کردیم نظر به فرمت ابتدایی پس قیمت ها را آل چی میکنیم در جشت ولی مثل که بالانشی در کار کردیم اول میایم خود اکتیویتی ها را عرصه اکتیویتی را در اینجا چی میکنیم؟ جاگزین میکنیم بر کدام شما چی داشتیم؟ انفلو داشتیم او فلو داشتیم درست است؟ اول انفلویشن رو شتم میکنم انفلو به طور مثال انفلویش چی است؟ و اکتیویتی دوم هم تعویض کلش چی داره؟ انفلو او فلو داره درست است؟ ای را میگیرم چی؟ اوت فلو اوت فلو ای چی است؟ بعد از اینکه یا انفلو او فلو شد نتیجه شنگ رو شتم میکنیم دوم هم اکتیویتی دوم رو شتم میکنیم کدام اکتیویتی بود؟ انوستینگ اکتیویتی درست است؟ Investing activities. Investing activity. یوم ام inflow داره ام چی داره؟ ام outflow داره. درست است؟ پس اول inflation رو شتم میکنیم. Inflows. نظر به سوال که چند داره inflow داره این یک دو سه کالم هم برش چی میبنیم؟ خالی میبنیم. که چند داره inflow داره. امکان داره دو inflow داشته باشه، سه داشته باشه، یک داشته باشه، هر چی داشته باشه. و بالا دو چی را پیدا میکنیم چی شنو شتم میکنیم اوتفلویشن شتم میکنیم یک دسته کالم برای چی میکنیم خالی میکنیم چون به خاطر که جای مقید نشه یک سه چهار کالم دیگه اینجا چی میکنیم اضافه رسم میکنیم درست است اشکال نداره اوتفلو فکر کو هر چی دیگه شد نتیجه شه بعد اینجا چی میکنیم نتیجه شنو شتم میکنیم یک کالم برای زوم میکنیم و بالا زو اکتیویتی سیوم رو شتم میکنیم فاینانسینگ اکتیویتی درست است Activities versus financing activities. Financing activities. آخر. و همچنان ای از خود هم inflow داره هم چی داره؟ outflow داره. نشته میکنیم inflow. در inflowش هر چی دیگه بود. نشته کنن. و در outflowش هم هر چی دیگه بود. چی میشه کنن؟ قیمت شد. نشته کنن. درسته؟ outflows. outflows اگه بگیرین خوبتر میاد چون بخاطر که امکان داره چندین دانه باشه درست است کلش چی گیرن فلوز فلوز برش بگیرن اوت فلوز ان فلوز اوت فلوز ان فلوز درست است یارم برش چی بگیرن فلوز بگیرن خیلی ببینی بعد از اینکه سه دانه پیدا شد بیاین پیش از اینکه برم نتیجه و میرم نشتا کنم سعی کنم قیمت ها را که چی مربوط به چی میشه درست است ناو لیت اس چک ده دس وان دس سایت بیسیکلی استارت فرام هیر اکسپنسز پید اکسپنسز اس بیلونگ تو ویچ اکتیویتی belong to operating activity به یکی نقاط عمده را براتون بولد کنم که یک بار باز اشتباه نکنید خب به این ترتیب نقاط عمده چی کردم براتون بولد کردم اینا رو سعی کنین چی مربوط به چی میشه اول چی است expenses paid مربوط به کدام اکتیویتی
operating activity. Ve inflow meşe, outflow meşe. Tabi biz kiçi meşe? Outflow meşe. Expenses az ne? İşte ben kerim ki expenses paid. Expenses paid çan paid. Expenses paid dolagu 20 saat dursa. So you have to mention in this column. Magar mutavcı başın. Ya minus version işte kini ya da bracket beginin. Çünkü kablan o bracket giriftim. Birim de bracket çi mekrim. Zikir mekrim. Bracket also means negative. Ya da rakay ezi bar red color eri çikirin. Badi şu an. Doğum çiyaz. Machine purchased on cash basis. Machine purchased, machine sold ve gayran marud ve kolom activities. مربوط به investing activity. حالا سوال است که inflow میشه یا outflow. وقتی که شما ماشین پرچیز کردین تا بیست که پول می پردادن. پول که پرداختن مربوط به چی میشه؟ outflow میشه. درست است؟ پتا تا دید چی کنید؟ یه شما ریکارد کنید. پس نشته میکنیم که ماشین پرچیز. What پرچیز؟ ماشین پرچیز. درست است؟ پس ماشین پرچیز در حقیقت خودش چی است؟ ماشین پرچیز یک outflow است. ایرم چون نوت فلوز داخل برکت نشتم میکریم چیز چند خریده شده؟ 50 دلار درست؟ 50 دلار پک خریده شده داخل قاب متوجه باشین دهی کالم نشته نکنه نی کالم بر نتیجه است نتیجه اومی مثل که در فرمت ما چی کدم استفاده کنم دوم چیز بلدنگ بات آن کش بلدنگ هم خریده شده بلدنگ هم مربوط به کدام اکتیویتی هست؟ انویسینگ اکتیویتی یکی ماشین خریده شده دوم چی خریده شده؟ بلدنگ خریده شده درست است؟ بلدنگ بات بلدنگ هم چیز خریداری شده خیلی ببینید چند خریداری شده بلدنگ بلدنگ بات آن کش بیسیس آن 1 لکس 20 دلار سو تیک دن برکت منشن 1 لکس 20 ای اکتیویتی دوستا ای کش فلو استیتمنت از بالانس شیت اونگه چی است آسان تر از بعد بود از چی است لون ریپید من تو فقط همه شما بفهمیم که مربوط به کدام اکتیویتی میشه او رو ما در فرمت برتان گفتیم لون ریپید لون ریپید مار لون ریسیوید اور لون ریپید مربوط به کدام اکتیویتی فاینانسینگ اکتیویتی لون ریسیف شده یا پید شده لون ریپید اف ایت از ریسیف مربوط به انفلو میشه اگر پید شده مربوط به کدام اکتیویتی اوتفلو میشه بعد اینجا ما شما لون ریپید کردیم درست است لون ریپید اف لون ریپید ایت از بیلونگ تو دیس اکتیویتی اند دات از اوتفلو هاو مچ از د اماونت اماونت اف 70000 سو تیک دن برکت منشن 70000 درست است یا من جام شد خیلی ببینید میریم طرف دیگه اکتیویتی های ما ای کش اوپنینگ فعلا در جایش بانه که در آخر بکار است میایم این طرف revenue received revenues belong to which activity operating activity inflow or outflow of course we know this is belong to so revenues received revenue received is equal to how much 330,000 right so mention in this one as it is inflow this is this is positive next one is furniture sold on cash furniture sold مربوط به کدام اکتیویتی؟ مربوط به انوستینگ اکتیویتی. انفلو یا اوتفلو؟ انفلو. چرا به خاطر که وقتی که سیل کردی براتون پول می آید درست است؟ این انفلو اف کش است. نشته می گیریم چی؟ فرنیچر سولد. فرنیچر سولد مقدارش چی دیگه است؟ نشته کردیم. فرنیچر سولد چند دلار است؟ 80000. این به برکت نشته نمیشه مثبت است درست است بخاطر. انوستمنت بای اونر. اگر اونر انوست کنه یا اونر مقدار پول پس ببره مربوط به کدام اکتیویتی؟ فاینانسینگ اکتیویتی. investment by owner owner invest کرده وقتی که owner invest بکنه پول به بزنس چی میشه میآید که آمد مربوط به کدام activities investing activity inflow so investment by owner is this owner invested in the business how much invested by owner in the business owner has invested amount of 1 lakh یاد خونه شد 1 lakh is fine vehicle sold وهیکل یا ارادجات چی شده فروخته شده وقتی که فروخته شده بود مربوط به کدام اکتیویتیز انوستینگ اکتیویتی انفلو یا اوتفلو انفلو چرا به خاطر که فروخته شده فروش مربوط به ای اکتیویتیز و خرید مربوط به اکتیویتی دیگه درست است مشتاق کنن که وهیکل سولد وهیکل سولد چند از مقدارش مقدارش است 3000 صحیح نه پس یاد شما چی کردن اینجا 3000 So in this way, now we have calculated. So now let us find out the balance of each. Find out the summary of operating activity. Find out the summary of investing activity. And as well as find out the summary of financing activity. ابتدا بین از این جانمک شروع میکنیم که summary چند است. از سه لگو بیس سی هزار که دو لگو بیس بار چند هزار میمونه؟ یک لگو ده هزار. یک لگو ده مثبت نمونه نه؟ پس یک لگو ده مثبت که آمد ده کالم نشته میکنیم که net cash provided by which activity by operating activity درست است operating activity
اینجا چی شد پیدا شد. یک اکتیویتی چی شد خلاص. خیلی ببینید ایره میتونه چی کنین هایلایت کنین. ایره ما اینجا هایلایت میکنیم به این ترتیب. خب بس. بعد به این ترتیبی هایلایت شد. این حالا میریم طرف اکتیویتی دوم که مربوط به کدام اکتیویتی است؟ انوستینگ اکتیویتی. درست است؟ در انوستینگ اکتیویتی هم قیمت ها رو چی میکنیم؟ پیدا میکنیم نتیجه رو میره میگیریم. چند تا مثبت داریم چند تا منفی سعی کنیم نتیجه کدامش چی است زیاد است 80000 پلاس 30000 بیکام 110000 110000 از پوزتیو این اول نگاتیو را اگه جمع کنیم چند میشه 50 پلاس 120 بیکام 220000 نگاتیو فرام 220000 نگاتیو ایف وی ماینس 110000 پوزتیو اگین دی ریزالت بیکام نگاتیو اند نگاتیو 110000 نتیجه چند میشه 110000 نگاتیو این حال قیمت دیر نشته کنین شما چی نشته میکنین؟ نشته میکنین که net cash used by which activity? By investing activity درست هست؟ investing activity بالا دی بیاریم طرف activity سوم ما شما که activity سوم چی هست اینجا؟ activity سوم ما چی هست؟ financing activity هست یکیش مثبت inflow is positive 1 lakh and outflow is negative 70,000 Differences definitely equal to how much? 30,000. For this one also, of course, let us take a few more columns here. Why? Because we need it. So for this one, as the result is positive, we should call it what? Net cash provided. Net cash provided by what activity? By financing activity. Activities, right? By financing activity. After this, of course, we have to find out the result of all. Result of all should be find out here, basically. Right? All in that G, R, C, J, چی میکنیم؟ جمع میکنیم. اول یار یک bullet point میگیرم برش. خب چطور bullet میگیرم؟ شما مستقیم انتخابش کنن. بیا اینجا bulletش میسازم. ایره برنگ برنگ میگیرم مشکل نداره. و ایرم نتیجه کلی را چی میکنم؟ برنگ زرد نشان میده میشه. امیده شده که چقدر نتیجه عمومی است. پس شیدانه نتیجه هر سیش پیدا کردم. Net of operating activity, net of investing activity, and net of financing activity. All ارزش با هم چی میکنن یک جای جمع میکنن. 110,000 positive, 110,000 negative. یکی دیگه خود خلاص میکنه. تنها چند باقی میمونه؟ 30,000. نشته کنیم دیگه کالم چند داد؟ 30,000. این رو چی نشته میکنیم؟ نشته میکنیم که نظر به فرمول درست است. فرمول رو چک کنیم چی دیگه هست؟ اونجا چی میکنن؟ این رو برای دیگه نشته. به طور مثال در فرمول نشته است که net increase چون اینجا اضافه شده اینکریز نشته میکردم اگر کم میشد باز یعنی اگر این نتیجه اگر منفی بود با من نشته میکردم نت دیکریز چون نتیجه مثبت است نشته کردم نت چی؟ نت اینکریز نت اینکریز ان کش دیورنگ دی پریود دیورنگ دی پریود نت اینکریز ان کش دیورنگ دی پریود درست است ایره با یک رنگ خاص من اینجا نشان میتونم به طور مثال میتونم ایره با رد کالر چی کنم ایره نشان بده که از دیگاه چی باشه متفاوت تر باشه درست است بعد بگرنگ رد ایره نشان میدم که از دیگر ها فامیده شد چون بخاطر که نتیجه کلی است درست است بعد به این ترتیب این بره چی شد نشان داده شد این حاله ما دو چیز دیگه هم دیجا که ما نظر به فرمول باید اد میکنیم اوپنینگ بالانس درست است اد اوپنینگ بالانس آف کش اینجا اوپنینگ بالانس کش به ما چی شده داده شده اد اوپنینگ بالانس آف کش اوپنینگ بالانس آف کش opening balance of cash چند است؟ هر چی دیگه بود اینجا چی کنیم قیمت چند شده کنیم opening balance of cash چند است؟ 3000 این حال شما ای را جمع کنین نتیجهش هر چی دیگه میشه باید مساوی با closing balance of cash باشه اگر اینمی نتیجه مساوی با closing balance cash که اینجا ذکر شده اگر مساوی با اینمی balance بود به این مانو که cash flow statement تان صحیح است اگر مساوی با این balance نبود به این مانو که cash flow statement تان چی شده؟ اشتباه شده پس ای را نشته میکنیم چی؟ مساوی با Ending balance of what? Ending balance of cash. اگر مساوی با اینمی بود به این معنی که قیمت چی است صحیح است اگر نبود به این معنی که شما چی کردن اشتباه کردن درست است پس باید مساوی با اینمی چیز باشه ایره هایلایت میکنیم به رنگ که متفاوت تر و طور مثال میم ده اینجا بولتش میکنیم سایدش هم کلانتر میسازم و طور مثال 20 میگرمش و رنگش هم میگرم و طور مثال بینی رنگ درست است پس this is basically cash flow statement Initially, you have to record the operating activity, inflow and outflow. ضرورت نیست که داشته باشین. کلگی چی داره. اگر داشته نشته میکنین، اگر نداشته
یادنشتن آنها کنید درست امکان داره که مربوط به انوستینگ اکتیویتی یا در قسمت انوستینگ اکتیویتی انفلویش داشته باشی اوتفلویش نداشته باشی اگر نداشتی نشته نکن so if you have just recorded right inflow outflow inflow outflow so after inflow and outflow take the result then next activity activity number one نتیجهش activity number two نتیجهش دیگه نشتمش activity number three نتیجهش چی میکنه شما پیدا میکنه بعضی که نتیجه ارسیش را پیدا کردن بعضی نتیجه کلگیش را پیدا میکنه اینی قسمت در حقیقت چی را نشان میده بایدان اینجا نشان میده که از ارسی اکتیویتی چقدر چی شده اکتیویتی نمبر یک شما جمع اکتیویتی نمبر دو کردن و ای را جمع اکتیویتی نمبر چند کردن اکتیویتی نمبر سی کردن درست است ارسی اکتیویتی را با چی میگن نتیجه میخواد so this is the balance basically this balance this is net increase this one is up net increase in cash بالا دی هر چیزی که شد نتیجهش امرای چی جمع میکنن نتیجهش امرای add with opening balance of cash whatever the result this should be equal to closing balance of cash if this is equal it is fine otherwise it means you have made mistake right so this was cash flow